آثار ویرانی ها در شهر عین ترما در قوطه شرقی در حومه دمشق. گام های اولیه برای تشکیل ارتش ملی در جنوب سوریه. مقابله ارتش آزادی سوریه با تروریسم بشار اسد و داعش در جنوب این کشور. هماهنگی های استانداری با شورای استان درعا و شوراهای محلی در راستای بازسازی سوریه. برنامه طوفان تغییر امروز را با گزارش از میزان ویرانی های شهر عین ترما در حومه دمشق و پایداری اهالی تا به آخر در برابر جنایت های بشار اسد و شبه نظامیان رژیم ایران شروع می کنیم. شهر عین ترما روزانه هدف گلوله باران و بمباران قرار می گیرد. من هیچ لحظه ای توقف گلوله باران و بمباران ها را ندیدم. در این منطقه هیچ گونه پایگاه نظامی رزمندگان وجود ندارد. هیچ رزمنده ای در اینجا حضور ندارد. روزانه هدف بمباران های شدید و گلوله باران های ویرانگر قرار دارد که الان خودتان آثارش را می بینید. این منطقه شهری و کاملا مسکونی است. اسد به روسیه و به رژیم ایران پناه برده است. روسیه و رژیم ایران و اسد که بر سر ما بمب می‌ریزند و به ما حمله می‌کنند، بدانند ما از خاک و وطنمان بیرون نمی‌رویم و در خاکمان باقی می‌مانیم. ما مطلقاً تا پای جانمان تسلیم نمی‌شویم. یکانهای ارتش آزادی سوریه در بادی شام کمیته موقتی برای تصمیم گیری جهت تعیین جبهه نظامی و جغرافیایی در راستای آزادسازی استان دیرزور از دست داعش تشکیل دادند. منابع نظامی در این زمینه گفتند دیدارهایی میان نیروهای آمریکایی و ارتش تکاوران انقلاب وابسته به ارتش آزادی سوریه درباره تشکیل یک ارتش ملی در منطقه شدادی در حومه جنوب حسکه صورت گرفته است. جیش التحریر الوطنی المسمى الجديد. ارتش آزادی بخش ملی اسم جدیدی است که با هدف تسلط بر استان دیرزور در حال شکل گیری است. بنا به گفته منابع نظامی در حسکه، دیدارهای میان نیروهای ائتلاف بین المللی با هدایت مشاوران آمریکایی و فرماندهان ارتش تکاوران انقلاب که از سوی ائتلاف ملی حمایت می شود صورت گرفته است. هدف این دیدارها تشکیل ارتش ملی تحت عنوان ارتش آزادی بخش ملی است تا تنها نیروی مأمور شده به سمت شهر دیرزور باشد که در سایه پوشش هوایی ائتلاف داعش را از این شهر بیرون براند. علاوه بر این منابع مذکور اضافه کردند که نقطه شروع این ارتش منطقه شدادی در حومه جنوبی حسکه خواهد بود که همکنون در کنترل گروه‌های کردی سوریه قرار دارد. از سوی دیگر چند ساعت بعد از آنکه ارتش تکاوران انقلاب توافقنامه خود با ائتلاف بین‌المللی را اعلام کرد، چندین تشکل نظامی از فرزندان دیرزور اعلام کردند که یک کمیته موقت را به عنوان نماینده برای اتخاذ تصمیم جهت مشخص کردن یک جبهه نظامی و جغرافیایی تشکیل دادند که هدف آن آزادسازی استان از دست داعش است. اما با وجود اینکه نقطه شروع و سکوی پرش ارتش ملی از پادگان شدادی خواهد بود، مهند طلا فرمانده ارتش تکاوران انقلاب گفت ائتلاف بین المللی موافقت کرده است که با گروه های کردی هماهنگی نداشته باشند. برخی دیگر از تشکل های رزمنده ارتش آزادی بادیه سوریه را بهترین نقطه و سکوی پرش برای نبرد دیرزور می دانند. به ویژه اینکه ارتش تکاوران انقلاب دو پایگاه در منطقه تنف و زقف در بادیه را در اختیار دارد. با اعلام این موضوع، یگانهای ارتش آزادی سوریه برای آزادسازی استان دیرزور از دست داعش از زمان پیش افتادند. این در حالی است که
که نظامیان اسد و شبه نظامیان رژیم ایران به پیشروی خود به سمت دیرالزور از سه محور رقه و حومه هومس و دورترین نقطه شرقی بادیه ادامه می دهند. در حومه شرقی سویدا نیز ارتش آزادی سوریه موفق شد مناطق هرسیه و شعاب و صدا و زبع و پاسگاه مرزی را تصرف کنند. رزمندگان خسارت‌های فراوانی به نظامیان اسد وارد کرده و شماری از آنها را از پای درآوردند. استخدم نظام الاسد وتنظيم داعش جميع انواع العبوات الناسفه لديه. ارتش آزادی سوریه همزمان با نبردها برای آزادسازی مناطق جنوبی این کشور از دست رژیم اسد و داعش با تروریسم این دو دشمن نیز مقابله می‌کند. گزارشی از نحوه مبارزه با تروریسم کور بشار اسد و داعش در استان درعا. نظامیان اسد و عناصر داعش از کسب هر گونه موفقیت و پیشروی در جبهه های جنگ در جنوب سوریه عاجز و ناتوان ماندند. لذا جنگ را به سمت تروریسم و بمب‌های کنار جاده‌ای سوق دادند. جنگی که قبل از رزمندگان اهالی را هدف قرار داده است. این یک سیاست کشتار جدید است که هدفش برهم زدن امنیت و ثبات در مناطق آزاد شده است. سیاست رژیم اسد برای هدف قرار دادن با بمب‌های کنار جاده‌ای تنها محدود به رزمندگان ارتش آزادی نیست، بلکه بارها تیم‌های دفاع مدنی را هدف قرار دادند. یک تیم کامل دفاع مدنی در جاده بوسر هنگامی که تلاش می‌کرد گروهی از اهالی را نجات دهد، هدف یک بمب کنار جاده‌ای قرار گرفت. همچنین عبدالله سرحان، مدیر دفاع مدنی در جاده، هدف بمب‌های کنار جاده‌ای نظامیان اسد قرار گرفت. رژیم اسد و داعش انواع بمب‌های در دسترس خود را برای کاشتن در کنار جاده‌ها در راستای قتل بیشترین تعداد ممکن از اهالی جنوب سوریه به کار می‌گیرند. این بمب‌ها هم شکل با محیط است و از طریق کنترل لیزری از راه دور منفجر می‌شود. اما این موضوع یکانهای جبهه جنوبی را از مبارزه با تروریسم اسد و داعش در مناطق تحت کنترلشان باز نداشته است. لذا به نصب دوربین‌های حرارتی دید در شب برای مراقبت شبانه از جاده‌ها اقدام کرده‌اند. یکانهای ارتش آزادی همچنین در اطراف جاده‌ها خاکریز احداث کرده و گشت‌های امنیتی شبانه روزی برای تأمین امنیت جاده‌ها برقرار کرده‌اند. کاری که ما برای پایان دادن به این پدیده انجام داده ایم افزایش مواضع نگهبانی و مراقبت است. لذا تعداد زیادی از رزمندگان را در امتداد این جاده اصلی گسترش داده ایم. مواضع آنها نامشخص است و به کمین گذاری اقدام می کنند. این گونه اقدامات امنیتی تحرکات مزدوران رژیم اسد و عناصر داعش را در مناطق آزاد شده محدود کرده است. اما هدف رزمندگان جبهه جنوبی همچنان ریشه‌کنی آنها از مناطق تحت کنترلشان است تا این مناطق به امنیت خود آن هم بدون اسد و داعش بازگردد. شورای استان درعا جلسه ای را برای هماهنگی با شوراهای دیگر شهرستانهای استان در راستای به دست گرفتن مدیریت کارها در استان و بهبود وضعیت در مناطق آزاد شده برگزار کرد. استاندار درعا از اردن برای شرکت در جلسه پیرامون به عهده گرفتن مدیریت مناطق آزاد شده استان درعا دعوتنامه دریافت کرد. علاوه بر این موضوع قرار است درباره میزان همکاری های این کشور با شوراهای محلی و سازمان های مدنی که در استان فعالیت می کنند بحث و گفتگو صورت گیرد. استاندار درعا همچنین در یک جلسه خواستار هماهنگی با شوراهای محلی در راستای مشورت با سازمان ها و نهادهای موجود در صحنه، بررسی پیشرفت‌های سیاسی، مشخص کردن برنامه‌ها و کسب آمادگی‌ها برای مرحله بعدی شد. ما در جریان جلسه با آقای استاندار بر وحدت اراضی سوریه و سرنگونی تمامیت رژیم اسد تاکید کردیم و در مورد پرونده زندانیان گفتگو کردیم. نکته دوم نیز تشکر و قدردانی از سازمان‌های فعال در خاک سوریه و دعوت آنها برای هماهنگی و گفتگو با شورای استان و شوراهای محلی بود. آقای استاندار همچنین بر تشکیل کمیته عالی مشترک میان درعا و قنیطره تاکید کردند.
نکته دیگری که با شوراهای محلی درباره آن صحبت شد، مرحله آینده و حساسیت و اهمیت آن در بازسازی سوریه بود. الان همه جهان به ما و شوراهای محلی نگاه می‌کند. این مرحله، مرحله شوراهای محلی است. شورای استان درعا با تمامی شوراهای محلی فعال در صحنه کار می‌کند و امیدواریم که یک دست واحد برای مرحله آینده باشند که یک مرحله حساس و مهم در تاریخ انقلاب مبارک سوریه است. در این مرحله شوراهای محلی توانایی‌ها و طرح‌ها و توانمندی اداره امور را اثبات خواهند کرد. این چیزی است که دیدگاه‌ها در خارج را نسبت به این شوراها منعکس خواهد کرد که جهان چطور به آنها نگاه می‌کند.